آخه نه من که فهمیدم واسه داستان بود جو میرسه به کنم با این کسایی که راه من واسه آخر خیلی خوش اومدی، مخصوصا اونهایی که مهمونه ما هستن. امید احتمالا یادتون باشه یه بار دومد اونجا حرف زد اون تا کاملا ابسترکت بود، حیاتون باشه امید از اونجا حرف زد خیلی قصه یک کامپلکس تئوری هم چه چه تر کنم. امید لیسانس اصفهان بود ریاضی صنعتی، مرشد اومد تهران شریف ریاضی، ولی خب به خاطر اون نیست که اینجا، به خاطر اینکه الان به عنوان چیه نرم افزار؟ توسعه دهنده مدل دفتر اینجا هست از شرکت میراث، حسین هم همینطور، حسین دانش مهندسی داده است. چیزی که امروز میخوام روی صحبت کنم هم که اکثرا دیدید توی پوستر ایده اینه که خیلی خوب همون شما خیلی خوب بود زدید تمیز کردید داده رو، اما مثلا یک کار رو میشه کرد که اگر احتمالا دو سال رو ترمینال لینوکس کار کرده باشید یه چیزایی بتونید که بیشتر بتونید کرد. مرسی که اومدید همتون، خیلی ممنونم امید، حسین جان متشکرم، تشریف بفرمایید. شروع کنیم. خب در مورد ماجرا اینکه عباس خب یه معرفی کرد، اما واقعیتش اینه که دقیقا همونجوری که عباس گفت ما هیچ کنون به خاطر درسی که خوندیم اینجا نیستیم، بیشتر از هر چیزی به خاطر کاری که انجام میدیم اینجا این. و حرفی هم که قرار اینجا بزنیم تقریبا هیچ چیزی ابسترکت نیست. من ریاضی خوندم و الان سافت‌ویر دیولپرم، یعنی کارم فعلا خیلی درگیر دیتا نیست، اما توی این ورک فلو جابجا کردن و تمیز کردن دیتا کار زیاد انجام میدم. از طرفی حسین کارش بیشتر دیتا تحلیل کار این شکلی، و این اون چیزی هم که اینجا قراره در موردش حرف بزنیم در مورد مراحل اولیه است، یعنی کاری که قراره که قبل از شروع کردن تحلیل اصلیتون انجام بدید انجامش بدید. اینکه چرا اینجا این خاطر اینکه عباس گفت بیاییم این خلاصه، ولی نکته اینه که من یادم میاد عباس وقتی که روی تزش کار میکرد یه سری دیتا داشت فکر کنم نمودی ژنوم و اینجور چیزا، و گهگاه از من یه سری سوال میپرسید که امید من این قسمتش رو میخوام، این قسمت کثیفه میخوام تمیز کنم، نمیدونم از اینجور کارا دیگه، کارهایی که قبل از اینکه اصلا با دیتا کاری بکنید باید انجام بدید. و فکر میکنم که اصلا به خاطر همین اینجام که همه ما این اشتراک رو داریم که احتمالا با دیتا سر و کار داریم. اینکه شما کی هستید هم این مسئله است، تنها چیزی که من فکر میکنم مهمه اینه که احتمالا میخواید با دیتا یک کاری بکنید، اینکه چه کاری بکنید اینجا واقعا مسئله نیست، یعنی من هیچ مسئله اسپسیفیکی حل نمیکنم، دنبال اینم که یه روشی بدم برای نگاه کردن به اینکه من یه مشکل دیتا کف دیسک دارم یه جوری دارنش رو من با این چیکار میتونم بکنم. بعد این بخش رو هم دقت کنید که اودینس ما کی هستش، میخواییم با کی حرف بزنیم و چه کسایی احتمالاً چیزایی که میخواییم بگیم رو میدونن. اگه ریچارد استالمن هستید احتمالاً این چیزا رو میدونید، اگه طرفدار چیزای بیگ دیتا هستید و خیلی با این چیزا کار انجام میدید احتمالاً این چیزا رو میدونید، اگه خیلی معتاد هستید به کد زدن احتمالاً این چیزا خوشتون نیاد. خب اینکه این درباره فلسفه یونیکس حرف بزنیم، همونجوری که توی پوستر گفته بودیم درباره اولین چیزی که هستش درباره سادگی. خیلی وقتا وقتی می‌خوایم یه چیزی رو انجام بدیم، یه مسئله رو حل کنیم، به خیلی چیزهای بی‌ربطی فکر می‌کنیم که اصلا هیچ موضوعیتی توی حل اون مسئله اصلیمون نداره. این یه نکته ای که هست اینه که هر ابزاری که استفاده میکنید، مشخصا ابزاری که خودتون میخواید بنویسید، اینجا بیشتر در این مورد حرف میزنم، ولی یه سری آدم یه سری ابزار طراحی کردن و یکی از مهمترین مشخصهایی که براش دارن اینه که ابزارتون باید تو ذهن یه نفر آدم جا بشه، یعنی اگر یه ابزاری دارید که همه کار انجام میده و یه نفر نمیتونه توصیفش کنه، یه نفر نمیتونه از حفظ کارهایی که میخواد انجام بده رو باشن انجام بده، احتمالاً یه جای کار میلنگه،
یعنی این سادگی یه بخشیش در این مورد که ابزاری که میخواید بسازید موقع استفاده نباید نیاز به فکر کردن زیاد داشته باشه، یعنی نباید من بشینم به این فکر کنم که خیلی خوب حالا این کارو چه جوری انجام میدم. یه نفر چهار بار که با ابزار شما کار کرد بعد دو سه دفعه پنجم یه کارش رو بندازه دیگه اصلا فکر نکنه به اون ابزار. این مسئله جدیه، مثلا این آدم نشه دقیقاً اینجوری نه. ابزاری که درست میکنید یا از ابزاری که استفاده میکنید باید ابزارهای تکی باشن، یا ابزاری نباشه که یه میلیون تا کار انجام میده و هیچ کدومشون هم درست انجام نمیده، نمیتونید اصلا بفهمید واسه چه کاری ساخته شده، نمیتونید توصیفش کنید. مثلا میگید این ابزاریه که واسه مثلا چیه، باشه چه کاری میشه انجام داد، فقط میتونید بگید همه کار میشه باشه انجام داد و اینکه احتمالاً هیچ کدوم از اون کارام درست انجام نمیده. ابزارها باید یه کارو درست انجام بدن. این مورد رو من نمیگم این چیز بدیه ها، این مهمه که اینو بدونید این چیز بدی نیست لطفا. یه وقتی آدم یه میخواد بره سفر یه چیز میخواد با خودش ببره، اما چیزی که مهمه اینه که شما هیچ وقت نمیدید جایی توی سر میبینید این طرف داره با این ماهی یکی کتا میکنه، یا نمیدید تو مکانیکی ببینید طرف داره این کار میکنه. این ابزار تکی اون چیزیه که به طرف جزم یه کار حرفه‌ای با ابزارش انجام داده. یه چیز دیگه هم که هست در مورد طراحی یونیکس، این آدم ها هیچ وقت به این فکر نکردن که چه فیچری اضافه کنیم. هر ابزاری که درست میکردن به فکر میکردن که چی رو میشه کم کرد بدون اینکه آدم ها گیر کنن. من اگر فیچری وجود داره که یه ابزار دیگه اونو بهتر انجام میده اونو بذارید همون ابزار انجام بده. مگه اینکه دلیل خیلی خوبی براش داشته باشید، این یه خورده جای بحث داره که این دلیل خوب یعنی چی. یونیکس یه سیستم عاملیه یه خورده قدیمی احتمالا، مجموعی البته از ابزارها و آره یه مجموعه ابزاره به اضافه یه استاندارد. یونیکس نه این اسمیه که من دارم میگم، نه پتنتیه که اوپن گروف داره، نه هیچ کلومه اینا نیست. واقعا آخر کار در مورد این حرف میزنم که یونیکس واقعا یه شکل نگاه کردن به مسئله است. یعنی اصلا اینجوری نیست که ما بگیم یونیکس اون تریدمارکه که اوپن گروپ داره یا اون کدیه که ناول صاحبشه، هیچ کدوم از اینا نیست. یونیکس واقعا یه ایده است در مورد اینکه چجوری به مسئله حمله کنی. و من بیشتر از همه میخوام در مورد این حرف بزنم، نه در مورد یه کد بیسی که کپی رایتش مال یکیه یا یه استانداردی که یه نفر نوشته اون میخواد انفورس کنه. در مورد این سادگی اینو ببینید، الان من میخوام یه فایلیه، کیا میدونن سی اس وی چیه؟ کاما سپریتد ولیوز. یه تعدادی میدونن، یه فرمت ساده است، اینکه شما یه مشت مقدار داری مثل یه نفسار صفحه گسترده مثل اکسل، یه مشت ستون دارید میخواید بنویسید، اینا رو با کاما از هم جدا میکنید مینویسید کف فایل، یعنی چیز خاصی نداره. اگه بخواید یه فایل سی اس وی رو تو پایتون بخونید یه همچین کاری باید بکنید. من مثلا میخوام سه تا از ستوناش رو جدا کنم بقیه رو بریزم دو، بعد این سی اس وی رو ایمپورت کنید، بعد فایل رو باز کنید، بعد به این فکر کنید که خیلی خوب من این فایل رو فقط میخوام بخونم ریدوندی باز کنم، اسم بذارید روش، یه نوع ریکر بسازید که معلومه چیه، بعد بخونید تکی تکی جدا کنید و بیارید بیرون. ولی همین کارو اگر توی بشکه حالا بعد بیشتر باز میبینیمش و خیلی انجام بدید میگه میگی این فایل اگزمپل رو بنویس، یه ابزاری به اسم کات میگی با کاما جدا کن 1.46 رو من بده. این تفاوت رو میگم تا حد خوبی نشون میده. فقط چیزی که میخوام بگم این نیست که این طولانی تر از اینه ها، فقط میگم این ساده تره برای فهم. چرا ساده تره؟ چون من فکر میکنم که فایلامو میخوام ریدوندی باز کنم یا نمیخوام باز کنم، به این فکر میکنم که چیزی رو باید ایمپورت کنم یا نکنم، من نمیدونم ریدر چیه اصلا چه کار. این توی ذات خودش یه سادگی داره که توی بالایی نیست، توی بالایی جزئیات زیاده و اینجا تقریبا هیچ جزئیاتی من ندارم. یکی از ویژگی‌های اصلی ابزارهای یونیکس اینه که خیلی کامپوزبلن. کامپوزبل به چه معنی؟ به این معنی که به هر ترتیبی که بخواید میتونید ازشون استفاده کنید، به هر شکلی که میخواید میتونید بند ببندیدشون، میتونید از ورودی هر کدوم به عنوان از خروجی هر کدوم به عنوان ورودی یه ابزار دیگه استفاده کنید، میتونید هر شکلی که میخواید اینا رو به هم دیگه متصل کنید. و حالا این به چه معنیه؟ اگه ابزار ساده‌ای داشته باشید که این قابلیت نداشته باشن، یک عالمه ابزار دارید که به هیچ دردی نمیخورن، چون مسئله ها انقدر ساده نیستن که با ابزار ساده بشه حلشون کرد.
کدومش؟ اگه شما فرض کنید یک ابزاری دارید که مثلا مسئله فعلیتون رو حل میکنه و مثالی بخوام بزنم، مثلا شما یه فایل CSV دارید که طبق همون مثال قبلی یه فایل CSV دارید 5 تا ستون داره، میخواید مثلا ستون چهارمش رو جدا کنید. اگه یه برنامه‌ای داشته باشید که ستون چهارم جدا کن، یعنی برنامه‌ای که کارش فقط اینه که ستون چهارم فایل CSV جدا میکنه، از این نمیتونید استفاده دیگه ای ببرید، فقط به همین درد میخوره. ولی توی یونیکس چنین فلسفه وجود داره که یه کار بریدن وجود داره. کار بریدن یه چیزیه که تو هر جایی میتونید استفاده کنید. میتونید یه متن معمولی ببرید، میتونید CSV ببرید، میتونید اسم فایل رو ببرید، میتونید هر کاری کنید باشه. ماجرا سر اینه که ما میخوایم که خود موضوع رو حل کنیم، خود مسئله رو حل کنیم، نه مصداق مسئله‌ای که دستمونه. نمیخوایم یک ابزاری بسازیم که همین کاری که الان داریم انجام میدیم و فیت فیت دقیقا همین کار رو انجام بده. ما میخوایم ابزارهایی که درست میکنیم شکلی باشن که اگه مسئلمون عوض شد مصداقش، بتونیم دوباره از همون استفاده کنیم. مثال خیلی چیزی که همین الان دیدیم، مثل کات، به جای اینکه یه چیزی بنویسید، حتی اگه با پایتون بنویسید که یه کار خیلی ثابت رو انجام بده، یه جوری بنویسید که اون کارو به صورت کلی انجام بده. یه مثالی که هست، این یکی دستور استاندارده، این لیست یه بچه ها فکر کنید من می‌نویسم و بهش میگم 5، میتونم بهش اینو بگم این کارو میکنه، من بهش میگم 5، یه جایگشتی تصادفی از اعداد 1 تا 5 به من میده. این چیز بدیه، این واقعا مسئله که میخوامو حل نمیکنه. این یکی ولی اون چیزی که استاندارده بهش میگم 5، اینو شافل کن 5 تاشو بردار، ولی هر چیزی بهش دادم این کار میکنه. کار قبلی رو میتونم انجام بدم چون یه ابزار دیگه دارم که وقتی بهش میگم 5 اعداد 1 تا 5 رو میده. اینو میدم به اون یکی، میگم که خب اینو شافل کن. میتونم لیست فایلایی که تو این دایرکتوری دارم و اینا رو از یه دست دیگه بگیرم، بگم تصادفی 5 تاشونو بردار. این خوبه و این بده، به خاطر اینکه این یکی مسئله کلیتری رو حل میکنه و من الان میتونم از 1000 تا ابزار دیگه استفاده کنم و یه چیزی رو بخورونم به این که اون کاری که میخوام انجام بده. به این دقت کنید که من وقتی به این فکر میکنم، حالا ممکنه به این فکر کنم که این میتونه مسئله منو خیلی راحت تر حل کنه تا اون ابزاری که فقط یه پرمیتیشن از اعداد به من. یه چیزی اینم بگم، یه نکته ای که درباره این موضوع وجود داره اینه که وقتی یه ابزاری مثل اینو که مینویسید، شما دارید مسئلتون رو به شکلی که هستش همین الان میبینید، شما دارید اون پالیسی کاری که میخواید انجام بدید و با مکانیزم انجام دادن کار ترکیب میکنید، قاطی میکنید. این که چجوری میخواید یه چیزی رو به هم بزنید ربطی به این نداره که چی رو میخواید به هم بزنید. خب همین توی این مثال نشوندنده اینه، این برنامه‌ای که به هم میزنه و اون چیزیه که یه چیز خودش تولید میکنه و به هم میزنه، این چیز خوبی نیست. اینجا یه نکته دیگه هم هست. من الان دو تا چیز گفتم که کاملا محتمله که فکر کنید با هم متناقضن. گفتم مسئله کلی حل کنید و گفتم ابزار ساده بنویسید. یه تفاوت ظریف اینجا وجود داره، یه نکته ظریف اینجا وجود داره، اونم اینه که من یه وقتایی میتونم مسئله کلی تری حل کنم اما کلم کوچیک‌تر بشه. باید فکر کنید که من یه ابزاری می‌نویسم که یه دیستریبیوشن یا مثلا گوسی رو عدد تولید می‌کنه و پلات می‌کنه. اینو من می‌تونم یه ابزار پلات کردن بنویسم که از اون مسئله کلی‌تری حل می‌کنه، پلات می‌کنه، ولی کد کوچیک‌تری داره. من دیگه اصلا کاری ندارم که کی چه جوری تولید می‌کنه. اینه که اون چیزی که وقتی من میگم ابزارتون ساده و کلی باشه دقیقاً همینجاست. مسئله رو وقتی کد کلی‌تر حل می‌کنی که کارتون رو ساده تر کنه این کلی تر حل کردن. و اکثر اوقات هم اینجوریه، یعنی واقعا میتونید اگر مرزبندی درستی توی مسئلتون ایجاد کنید، به راحتی میتونید ابزارهای کلی تری رو ساده تر بنویسید. اما اینا که شعار بود تا اینجا، واقعیت اینه که یه سوالی وجود داره که خب حالا چجوری این کار بکنیم؟ چجوری نرم افزار کامپوزبل بنویسیم؟ یه سری چیز هست، یه سری گایدلاین هست که اونا رو هم معمولا به اسم فلسفه یونیکس میشناسن، به اضافه این چیزایی که تا اینجا گفتیم. یکیشون اینه که پایپلاین فکر کنید که
من یه مسئله ای دارم، من نمیدونم چه تکنیکی دارم، که دیتای من از وسط از روی یه نوار نقاله ای داره رد میشه و یه همش ابزار هستن که روی این کار میکنن. این لازمش اینه که شما بتونید ورودی از نفر قبل بگیرید و ورودی رو با همون فرمتی که گرفتید به نفر بعد تحویل بدید. سلام میره بعدی؟ اسپیس بزنی کلن میره بعدی. یه چیز مهم دیگه هم هست، اینکه پلین تکست بنویسید. وقتی آدم ها تکست مینویسن میتونه چند هزار سال بمونه و اتفاق بعدی هم نیفته. حتی یه وقتایی هست که این کاغذ پاره شده نصفش نیست ولی ما میدونیم چی نوشته شده. یکی از خوبیه پلین تکست همینه، شما وقتی یه فرمت باینری تولید میکنی کاملا محدود میشید به نرم‌افزاری که تولیدش کرده و میتونه همونو بفهمه. وقتی تکست می‌نویسی اتفاقی که میفته اینه که همه این ابزارهایی که توی یونیکس نوشته شدن و ابزارهایی که یه نفر دیگه که شما رو نمی‌شناسه نوشته، همه اینا میتونن با دیتاتون کار کنن. این خوبی هم که اشاره کردم به کاغذ هست و داره، یعنی واقعا اگه دیتاتون خراب شد دستی میتونید درستش کنید ولی فرمت باینری رو نمی‌تونید کار بشه. ولی یادتون باشه که شما تنها یوزر برنامه‌تون نیستید. برای همین بهتره که درسته که دیفالت دارید، من مثلا میتونم بگم به همون مثال سیک که دیدید سیکونس با هم میده بگم 5 1 تا 5 میده، ولی میتونم بهش بگم 10 تا 15 رو بده، میتونم بگم 2 تا 2 تا بپر. این مهمه که به این فکر کنم که خب من الان فقط یه سیکونس متوالی میخوام، پس فردا ممکنه یه چیز دیگه ای بخوام یا یه آدم دیگه ای ممکنه یه چیز دیگه ای بخوام. من مسئله‌مو کاملا حل میکنم، مسئله تولید کردن یه دنباله از اعداد و حالا اون ابزار رو میتونم با بقیه ترکیب کنم. بعدی چیه؟ این توی ساختن ابزارهاتون دیکتاتور نباشید. به چه معنا؟ جوری برنامه ننویسید که بعداً خودتون بگید خب چرا من اینجا رو انقدر محدود گرفتم. جوری فرضهای اضافی نکنید. اگه مسئله یا حل میکنید فرض نکنید که مثلا برنامه‌تون داره رو کامپیوتر من اجرا میشه، داره تو فلان دایرکتوری اجرا میشه، داره رو فلان سیستم با فلان شرط خاص اجرا میشه. اگه چنین چیزی بسازید مسلماً بعداً به دردسر می‌خورید، حتی خودتون که می‌خواید ازش استفاده کنید. برنامه‌ها فقط این نیستن که خودتون ازشون استفاده کنید. این که میگیم دیکتاتور نباشید سرنوشتن برنامه ها، یعنی اینکه حتی به این فکر نکنید که این برنامه چی جوری قرار استفاده بشه. خب شاید یک نفری همون خودتون میخواید این برنامه رو ترکیب کنه با یه برنامه دیگه ای. اگه این امکانو نداشته باشه، اگه با این قابلیت نوشته نشده باشه، چنین کاری نمیشه انجام داد. خیلی دلایلی وجود داره که حتی یک نرم افزار بخواد یوزر برنامه شما باشه. یکی از دلایل خیلی مهمش اتوماسی میده. اگه شما یه نرم افزاری دارید که کامپیوتر نمیتونه باهاش کار کنه، یعنی یک برنامه دیگه نمیتونه باهاش راحت تعامل کنه، هیچ اتوماسیونی در کار نیست و خودتون باید دستی بشینید با اون برنامه کار انجام بدید. اگه میخواید یه برنامه بنویسید که با دیتاهای خیلی زیادی کار میکنه، احتمالاً مجبورید که اون برنامه رو روی جاهای مختلفی و به تعداد زیاد اجراش کنید. مثلا شاید مجبور باشید روی 10 تا 100 تا کامپیوتر همون برنامه رو اجرا کنید که به اون نتیجه لازم برسید. و اگه نشه این کار رو اتوماسیون کرد باید 100 نفر بیان و با کامپیوتر کار کنن و به اون سرعتی هم که لازمه نرسن. بود داشت یه مسئله دیگه ای که اینجا هست اینه که ممکنه اول کار گویی و همه میدونن چیه دیگه، واسطه گرافیکی نرم افزار کلیک کنیم دکمه داشته باشیم، اینا چیزای خوبی هست. ولی اگر میخواید ابزاری که دارید درست میکنید با بقیه نرم افزارا بتونه کار کنه، یکی از مهمترین کساش اینه که نباید فقط با چنین واسطی کار کنه. یعنی حتما باید بتونید شما به صورت متنی با برنامه‌تون تعامل کنید، به خاطر اینکه بقیه برنامه ها بلد نیستن برن روی اون دکمه کلیک کنن. بقیه بلدن که یه آپشنی به برنامه شما بدن، یه جایی یه چیزی بنویسن. این خیلی مهمه و اگر این کار رو نکنید به مشکلات جدی میخورید. نمیتونید توی یه پایپلاینی از ابزارتون استفاده کنید. دیتا میاد تا میرسه به این ابزاری که فقط واسطه گرافیکی داره و حالا شما باید به عنوان یه آدم بشینید پشت ماشین یه چیزی رو به این بزنید، دوتا دکمه بزنید، بعد یه کاری بکنید. من نمیگم واسطه گرافیکی چیز بدی هست، ولی یه چیزی که مسلمه اینه که اگر میخواید نرم افزارتون توی یه پایپلاینی کار کنه، اگر فقط واسطه گرافیکی دارید احتمالا نرم افزار بدیه.
این تخصص هستن. کسایی که کد زدن یاد میگیرن تو حالا هر زبانی خیلی علاقه دارن کد بزنن، بعد از یه مدتی هر چیزی کد میزنن، مثلا هر کار تکراری کد میزنن، برای خود کد زدن هم کد میزنن. این کارو نکنید. اگه شما میخواید مسئله حل کنید یا میخواید یه چیزی جدید تولید کنید، میخواید صرفا یه چیزی به دنیا اضافه کنید یا میخواید مسئله‌ای که دارید حل کنید، اگه به این فکر کنید که مسئله چی جوری حل میشه و چه چیزایی لازم داره، احتمالاً ابزارها خیلی راحتی وجود دارن که اون کار انجام میدن. اگه دارید کد میزنید و هنوز سرچ نکردید که این مسئله رو چی جوری حل میکنن، مسلماً دارید کار اشتباهی میکنید. اگه میبینید که یه ابزاری ساختید و بعداً یه ابزاری پیدا میکنید که همون کار انجام میداده، بدونید درست سرچ نکردید. اگه فکر میکنید الان واقعا تو سال 2019 هنوز مسئله هایی هستش که شما خیلی زیاد بهشون برمیخورید و حل نشدن، بدونید کاملا اشتباه میکنید. اگه فهم میکنید میتونید از بقیه بهترین رو حل کنید و همون بار اول دوباره بدونید که اشتباه میکنید، کد نزنید. یه چیزی که میتونه تمپتینگ باشه، بفرستد وقتی که ببین ما خودمون یه برنامه رو داده باشیم که دسترسی به سورسش داریم و این هم که دسترسی به سورسش نه، ببین حرف سورس نبودا. خب ببین فکر کن که همون ابزاری که من استفاده کردم الان برای اینکه یه نمونه 5 تایی بگیرم، خب اونو ببین، من اصلا به سورس تازه سورس دادم اون نمونه. خب ولی چه جوری ساخته شده؟ اینجوری ساخته شده که من یه مش تکست بهش بدم و بهش بگم که اینا رو شافل کن، اینا رو برو بزن. اصلا مسئله سورس کد نیست، مسئله اینه که من نیازی نداشته باشم یه جایی کلیک کنم، همه چیز با نوشتن متن حل بشه. این مسئله جدیه، اینکه بقیه برنامه ها بتونن راحت با برنامه تو تعامل کنن، چه اجرا کردنش، چه اینکه بهش بگن که نه این جزئیاتشو نمیخوام، اینجوری میخوام انجامش بدی. این پوینتی بود که قرار بود برسه. این مسئله که اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه که یه وقتایی وقتی دارید با ابزارهای ساده کار میکنید، ممکنه فکر کنید من الان 10% از دیتامو نمیتونم اینجوری تحلیل کنم، 10%ش میفته دور. وقتی دارید پروتوتایپ میکنید، وقتی دارید اکسپلور میکنید ببینید توی دیتا چه خبره، بی خیال اون 10% بشید. یعنی توی قدم اول ممکنه شما خیلی براتون تمپتینگ باشه، چی میشه فارسیش نمیدونم، براتون جالب باشه که ببینید کد بزنید 100% دیتا رو تحلیل کنید همون جا قدم اول. این غلطه. همین الان 90% رو تحلیل بدی ببین چی میشه، برای یه فکر با الان 10% میکنی هر موقع لازم شد. این چیز مهمیه، چون اینو من خیلی وقتا دیدم که آدما میگن خب نه من با این ابزارهای تو نمیتونم این گوشه یه مسئله رو حل کنم. مسئله اینه که اون گوشه یه مسئله اومد توی اکسپلور کردن و توی پروتوتایپ کردن، اصلا گوشه مهمی نیست. یا وقتا اصلا کل اون داده نویز اون قسمتی که نمیتونی باشون کار کنی. یه چیزی درباره همین بگم، اینکه توی اکسپلور کردن دیتا شما کاری که میکنید این نیست که مسئلتون رو حل کنید، تازه دارید با مسئلتون آشنا میشید، تازه میخواید ببینید چه مسئله یه میخواید حل کنید. توی چنین شرایطی که هستید نزدیک بودن فیدبک و اینکه سریعتر ببینید نتیجه کارتون رو خیلی مهمه. اگه شما قراره 2 هفته بعد بفهمید و کد زدن شروع کنید، کد مسئلتون رو بزنید و 2 هفته بعد تازه کدتون آماده بشه تا بتونید اولی نتیجه رو ببینید، اگه مسئلتون اشتباه فهمیده باشید و راه حل اشتباهی واسش داده باشید، 2 هفته کار بیهوده انجام دادید کاملا. ولی اگه مثلا 1 روزه بتونید به یه نتیجه حالا ناقصی برسید، حتی خیلی کمتر از 90%، فقط یه کمی مطمئن بشید که اون کاری که دارید انجام میدید درسته، احتمالاً خیلی مسیر بهتری رو پیش رو دارید. اینجا این در مورد اینکه یونیکس چیه، واقعیت اینه که خیلی اسم مبهمیه. وقتی میگیم یونیکس گفتم یه کپی رایتی روی یه اسمی اوپن گروپ داره، یه سورس کدی وجود داره اون بیرون که صاحبش ناوله، یه مش کتاب اون بیرون هست که در موردش حرف میزنه. ولی واقعیت اینه که وقتی میگیم یونیکس منظورمون هیچ کدوم از اینا نیست. منظورم دقیقاً این حرفایی که تا الان زدیم، اینکه من مسئله‌مو میتونم با ابزارهای ساده حل کنم و اینکه ابزارامو اصولا قبل از اینکه من اکثر ابزارامو قبل از اینکه مسئله‌مو طرح کرده باشم بهش فکر کرده باشم ساختم. این فلسفه‌ایه که دنبالش می‌گردیم و
این حرفا رو که زدیم بگه آها یه نکته ای که یارم رفت بگم این دومی چرا فاز گفته ما نکنیم این چیزی که من خیلی میبینم این برمون بر آدم ها ابزاری رو میسازن که سه تا دونه بهترشون بیرون وجود داره این قطعا کاری نیست که میخواید انجام بدید اگر میخواید به مسئلتون فکر کنید مسئلتون ساختن اون ابزاری نیست واقعا مسئلتون نگاه کردن به دیتاتون حل کردن یه مسئله واقعیه نه ساختن یه ابزار جدید اینا هم بگم که واقعیتش اینه که همه این حرفا رو میتونید روی ویندوز هم انجام بدید واقعا نیازی نیست که چون ویندوز استفاده کنید نه که بگم بهترین کار رو بکنید ولی واقعیت اینه که اصلا نیازی نیست به این که یه ابزار مشخصی استفاده کنید تمام این حرفا همه اینا رو میشه تو ویندوز هم اجرا کرد همه این چیزایی که قراره دمو کنیم همه این چیزایی که حرفشو زدیم نکته انتخاب ابزار درسته ولی این کار نکنید خب ها من چند تا چیز کوچیک می‌نویسم همین من کیبورد رو عوض کنم بتونم کامپیوترم حرف بزنم خب خوبه من دو سه تا مثال کوچیک دارم یه لحظه من کاغذم رو بردارم اون دو هم بود واقعا آره یه مثال خب کیا مثال روز تولد رو میشناسن؟ کسی هست نیست؟ تعداد کمه سوال اینه من 300 رو این سیک رو یه بار دیگه هم ببینیم الان میتونن همه بخونن اینو؟ مشکلی ندارم فونتش خوبه خب من ببینید این یک تا پنج رو ببینم دیگه خب یک تا 365 ایر بزنم از برم تا روزای ساله قبول این فقط یه لحظه جان الان توی ترمینال لینوکس آره این ترمینال لینوکس این شلی که دارم استفاده میکنم اسمش زیشه زره سهش ولی با هر شل دیگه ای هم میشه این کار رو میکرد نکته اینه من بهش گفتم یک تا 365 رو هم بده خیلی کار عجیبی نکردید اینجا اما همون ابزار شاف که دیدیم من میتونم بهش بگم که مثلا 20 تا شما هم بده 20 تا تصادفی به من میده نکته اینه که این 20 تا تصادفی که به من میده تکراری ندارم یعنی پرمیت میکنه 20 تا بند بده مثلا میتونم بگم با جایگذاری نمونه بردار پی زدم آر الان این ممکنه تکراری هم داشته باشه داره من نمیبینم الان خب اما برای اینکه بدونم میتونم اول مرتب کنم این همیشه مرتبه با یه ترتیبی و میتونم بگم که اینا رو یونیک برای من خروجی قبلی رو حالا دفعه بعدی البته تصادفی خواهد بود دوباره ولی اگر دو تا چیز کنار هم باشن و مساوی باشن این دو تا رو یکی میکنه و من میتونم بگم فقط اونایی که تکراری بودن رو من بده خب داش دی میگیره من یه داپلیکیت الان بذارید بگم بشوره حتی میبینید تکراری نداره الان 365 دو بار بود 86 دو بار بود 91 هم دو بار بود یه مسئله ای که وجود داره مسئله رو آدم ها سورپرایز میشن همینه وقتی من 23 نفر تصادفی انتخاب کنم به احتمال بیشتر از 50% حداقل دو نفر وجود دارن که تعدادشون توی یه روزه دقیقا توی یه روزه جان حالت سورتش حال چیه؟ مثل الفا باشه افتار میکنه اگه بخوایید مثل عدد باشه باید به سورت علم دش این بدی که یعنی مثل عدد سورتشون کنه اگر الان بخوایید ببینی میتونم حتی نشون بدم سورت نکته اینه که اینجا همه چیز رو مثل تکست میبینن دیگه همه الان من دش این بزنم مثل عدد باشون رفتار میکنه فرحا من نگرد بگم که مثلا الان همین کار میخوام بکنم الان قضیه اینه میگه که من نصف دفعاتی که این کامند رو بزنم باید حداقل یه دونه از اینا ببینم من اگر 23 نفر آدم با توزیع یونیفرم واسه تولدشون انتخاب کنم و با احتمال بیشتر از 50% دو نفر روز تولد سکرش بدن همه میشناسید دیگه احتمالا دو نفر که تولدشون توی روز بشه من حداقل سه تا زوج میشناسم که اینجوری من دو نفر میشناسم با خودم تولدشون توی روزه ولی خب اینو الان من میخوام همین رو وریفای کنم الان من یه تعدادی میزنم و میخوام ببینم چند بار این اتفاق میفته من میتونم بگم تعداد خطایی که از نفر قبلی رسید و بشمار حالا این دو تا خط هیچی یکی و من ادعام اینه که بیشتر از 50% موارد اینا بزرگتر از صفر من یک کاری که میخوام بکنم این جزئیاتش اصلا مهم نیست ولی میخوام ببینید که
چقدر ماجرا میتونه ساده بشه کم کم. یک من اینو فعلا در زار رو اجرا میکنم. این خوبه، یه مش عدد میده که من ادعام اینه که بیشتر از نصفشون صفر نیستن. اینو دوباره من مرتب میکنم هرچی دار، اصلا مهم نیست، و دوباره میشمارم. به جای که بشمارم البته میتونم هم چیز کنم، میتونم صفر نه داش وی گرپ کنم، داش وی صفر 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 و داری صفر. این چقدرش میشه؟ ببینید، من یه مسئله ساده ای رو داشتم و همین الان میتونم توی چند دقیقه یه خط بنویسم و تحلیل بگیرم یه نتیجه ایو. نظرتون چند میده الان اینقدر این داره خسته میکنه خودشو؟ باشم کارو نمیکردم. نه این باید نه ده هزار تا زیاد نیست. من فکر کنم یه جایی خرابکاری کردم که داری این کار میکنه. تا به جایی که گرفتش وی بزنم وی صفت این چی؟ واقعا داشت آرم 23 سورت داشت این یونی که داشت دی سی درویسی داشت این سورت کنم گرفت کنم داشت این ده ما با هزار تا چه کنم این اصلا برمیگردیم؟ صد تا برای صد تا میزنم اصلا چه نه تا؟ پنج و سه تا؟ خب نه واقعا داشت بود میکشید چه خسته هست این بوزی؟ خب هزار تا شکنم هم هزار تا صد تا هم چه منطقه برکنم؟ آره عجیبه که ده هزار تا رو اینقدر اون سال چهارده تا ببینید که واقعا بیشتر از نصف موارد اینجوریه. این هیچ کار دیتایی نداشت. مثال اول هم بود فقط واسه اینکه ببینید اصلا چه جوری اینا رو سر هم می‌کنن. من یه خط عمودی می‌ذارم که بهش میگیم پایپ لوله و دقیقاً همه دیتامو از تو این لوله‌ها رد می‌کنم میام جلو ببینم چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که می‌خوام از اینجا دیده باشید این نیست که من چه کامندی زدم، این که من چه شکلی بعد از هر مرحله می‌تونستم دیتامو ببینم. می‌تونستم ببینم که خیلی خوب تو این مرحله الان یه مش 0 و 1 دارم، یه مش 0 و 1 و 2 دارم. بعد می‌تونستم اینا رو جمع کنم و یه کاری انجام بدم. یه کار دیگه‌ای که می‌خوام الان انجام بدم و نسبتاً سریعه اینه که من هر کامندی که اینجا میزنم مثلا نمیزنم ls لیست میکنه لیست فایل همون یه جایی نوشته میشه اینا. الان دوم اونجایی که نوشته میشه رو میخوام نشونتون بدم .zsh history. اما ببینید دقیقا خود این کامند هم اینجا هست tail همین چیزی که الان تایپ کردم تایپ کردم و نکته اینه که یه عددی اینجا نوشته که من میدونم این زمانه، تعداد ثانیه ها از یه وقتیه، ولی من میتونم الان خودمون رو جدا کنم. میتونم بگم کات کن و چی کات کنم عباس به نظره دو نقطه خوبه؟ دومی رو باید میدارم. الان نگاه کنی دقیقا فقط همون عدد هم بود قبوله؟ من این رو میتونم دونه دونه بدم دست یه ابزار دیگه ای به اسم دیت و بگم که خب این رو من مقدارش رو الان این زمانایی که این کامندوی آخر رو من زدم درسته؟ تایم استامپش هم داره که میدونه ایران هم هستم مثبت 4 ساعت و نیم. من فقط ساعتاشو بذاریم بگیرم فقط ساعتو بده ساعت 16 بوده ای فقط ساعتو بخوام و کاری که میتونم بکنم اینه که الان همه اینا رو این دفعه برای کلش انجام بدم. یه جاهایی هم خراب بوده فایل، من اون جاها رو میتونم جدا کنم راحت چون لحجه هم هست شد grep نه اینجا یک کاری کردم که نباید میکردم grep این خیلی مهم نیست باز سفتان نو ستار بزه نمستار درست شما به این کیبوردم خیلی عادت ندارم. الان فقط یه مش عددی میدونیم بدون اینکه ارور بدونیم. من الان میتونم چکار کنم sort dash u نه dash n که بعد مثل عدد با اینا رفتار کنم به ترتیب 0 1 2 3 4 بشیم و dash n و unique dash c بشماریم ببینیم من تو هر سایتی چقدر کار کردم یه جورایی نیست؟ یه خود طول میکشه تا حالا باشه 12-13 هزار خط چیزه ولی الان اگر
یکم صبر کنیم. آها. من دو سه تا کامنت ساعت 11 شب ببرم زدم این کامپیوتر شیر کرده. اگر اولش رو نگاه کنیم اینجا می‌بینیم که من ظاهرا ساعت 8 صبح یه کامنت زدم. یه بار من اول ساعت 8 صبح شرکت بودم از افتخارات من. اما نکته اینه که من اینجوری که میبینمش خیلی نمیفهمم چه خبره. اینجا من کامنت دیگه میزنم. خب من یه ابزار دیگه نوشتم به اسم بار. حالا با هم میبینیمش اینو. یکم صبر کنید میبینید که اگر من سوتی نداده باشم اونایی که پایتون به قدر کافی دیدن میدونن که این متلاتیبه، این خیلی ابزار عجیبی نیست. ولی اون بار رو من اصلا نوشتم برای این که همین کار رو بکنم. من یه مش عدد بهش میدم، یه مش چیز بهش میدم و بهش میگم که پلات کن. و ابزار اینجوری نبوده که من بگم تعداد کامندامو بشمر، یه کاری بکن فلان. فقط و فقط نقاشی میکشه برای من. و الان من میدونم که آره واقعا هشت صبح که اونجا بودم خیلی هم جالب نبوده، خیلی کامندی نذارم. ولی به همین راحتی میتونید همه اطلاعاتی که دارید رو با هم ترکیب کنید و ازشون استفاده کنید. اینکه میگم به همین سادگی من چی نیست که یاد گرفتن نداره، یاد گرفتن داره حتما. چند تا چیز هست که باید ببینید، یاد بگیرید، عادت کنید به استفاده ازش. اما بعدش کار واقعا راحت میشه. من اگر میخواستم همین رو تو پایتون بنویسم احتمالاً نیم ساعتی در میومد. نه به خاطر اینکه پایتون زبان بدیه ها، من اینو نمیگم، دارم میگم که برای این کار ابزار مناسبی نیست. همین الان میتونید تصور کنید که یه تکست دیگه داشتید و میخواستید یه چیزی ازش جمع کنید. جان ولی اون اکسپلیسیت نیست، یه نفر ببینید چی ازش نمیفهمید. آره ببین من قرار نیست اینو کد بنویسم بعد بدم دست تو که بفهمی. خب این اصلا قرارمون نیست. من فقط دارم توی دیتا میگم میشه با این محصول ساخت و داد دست مردم، ولی قرارمون این نیست. یعنی این برای این فازی که من مثلا خواهم دیتام چه شکلیه. الان من حداقل ایده‌ای دارم که دیتام چه شکلیه. برای من اگر میخوام روی این یه محصولی بسازم قاعدتا کد می‌نویسم. یعنی بحث سر این نیست که اون کارو نباید انجام بدیم. شما وقتی آره مثلا شما توی کارگاه که هستید، توی آزمایشگاه که هستید، محصول رو درست نکنید بعد ازش تازه استفاده کنید. اول یه وسیله آزمایشی میخواد، وسیله کاری میخواد که اینو مونه. بعد یه وقتایی الان من دیتام روی دیسک بود و کلا 12000 خط چیز بود، مثلا مسئله اینجوری نبود. ولی وقتی تو میخوای مثلا یه سایتی رو کار کنی، میخوای آمازون رو مثلا کار کنی، یه مش دیتا از توش بکشی، تو همیشه اولین سوالت اینه که آقا من کجا گیر میکنم. بالاخره یه جایی جلوی تو رو میبنده دیگه. تو اول باید آزمایش کنی ببینی که من اینجاها گیر میکنم، اینا چالنجای منه. حالا وقتی میری کد بنویسی حداقل میبینی کجاها گیر میکنی، مسئله ای که نخواهی داشت رو حل نمیکنی، فقط مسئله ای که داری رو حل میکنی. از طرفی یه وقتی یه مش دیتا به تو میدن که فایل قولی کلی دریوری توشه و تو اصلا نمیدونی کجای این دیتا ممکنه به درد بخوره یا نخوره. یه وقتی هست یه سی اس وی داری 100000 تا ستونه، 5 تا ستونش رو میخوای، با اینا خیلی راحت تر میتونی با اون دیتا رفتار کنی تا اینکه یه کد پایتون بنویسی. این حتی تو محصول نهایی هم ممکنه داشته باشی دیگه که اول کار با اینا دیتا رو تمیز کن، تمیز که شد حالا من برم یک کاری برش میکنم. خب فکر کنم دموهای من این تیکه تموم شد. باید این سوال بدم آقای حسین اینجا کجاست؟ اینجا توی من اما نیت داره؟ فکر کنم آره الان پیم کن بگم داره من بگم کارتی والا این کامپیوتر حسینه. جان؟ داشته همه دست؟ روی این؟ چند تا کار می‌خواستم اینجا بهتون نشون بدم که چجوری میشه چقدر سریع انجامشون داد. این ننوش اینجا اونی اوکی جان اوکی
اول آمازون رو برم؟ آره. موس همینجاست دیگه. خواهم مشکل چیه؟ نه اوکی، این کار نمیکنه. آها خیلی، چیکار کنیم؟ اینو بده بالا. خب یکی از کارهایی که خیلی انجام میشه سر کار کردن با دیتا اغلب اینه که میخوان یه سایت رو کرال کنن یا اسکرپ کنن، به این معنی که میخواید یه دیتایی که توی سایتی هست و بهتون داده نشده به صورت معمولی، میخواید اینو ازش دیتایی در بیارید بیرون که میتونید استفاده کنید. مثلا این مثالی که امید زد، مثلا آمازون، چیزای دیگه مثلا میتونه ویکی‌پدیا باشه که البته خودش دیتا رو میده، مثلا دیگه هر سایتی که یه دیتایی داره و شاید به درد شما بخوره. مثلا میخواید محصولاتی که توی یک سایت فروخته میشه رو بگیرید، مثلا میخواید ازش لیست درست کنید، میخواید چرا من میکروفون سالون دارم؟ چه خواستی؟ رو مستقیم زد کنی تو با واسطی دارم. خب این بگیر، باید بگیری دستت. بزرگ رو نیست، لباست گیر زیاد داره. خب از اول بگم، یکی از کارهایی که خیلی به طور معمول انجام میشه تو کار کردن با دیتا اینه که میخواید دیتا هایی که توی یک سایتی وجود داره و برای شما نیست و به دیتاش مستقیم دسترسی ندارید بگیرید. مثلا میخواید محصولات مثلا دیجیکالا رو بگیرید ببینید مثلا با قیمتشون، میخواید ببینید که مثلا فلان محصول قیمتش رو ترک کنید، میخواید تحلیل اینجوری انجام بدید، میخواید مثلا محصولات آمازون رو ببینید، میخواید مقاله های ویکی‌پدیا رو پیدا کنید، میخواید افراد سرشناسی تو ویکی‌پدیا رو پیدا کنید برای اینکه ارتباط بینشون پیدا کنید، میخواید متن جمع کنید، اصلا میخواید مثلا یه کار مثلا NLP طور انجام بدید و نیاز دارید یه دیتا ستی که وجود نداره، میخواید خودتون درستش کنید. برای انجام این کارا اغلب کرال کردن و اسکرپ کردن چیزای اینجوری انجام میشه. الان میخوام همین اینجا یه دونه مثال رو روی آمازون میخواییم یکی وسطی کار رو چیه زنم؟ یک کتاب بزن هرچی. Designing Data Intensive Programs. آن یکشو باز کن، اول یه باز کن. اوپس این وسطی کار رو ما می‌خوایم الان همه مثلا کتابای کامپیوتر ساینسی آمازون رو یه بخشیشون رو تایتلش و قیمتش رو بگیریم. تکست بوکس. خوش تکست بوکس رو می‌بینی؟ های بوکس. بوکس. بوکس بزن. کاتگوری تکست بوکس هم داشت. تکست بوکس. اینجا موضوعات چیز هست، میتونیم هر موضوعیش انتخاب کنیم. ما الان در این دمو کامپیوتر ساینسش رو تست کردیم. اینجا یه بخشی کتاب ها رو آورده با تایتلشون که اینجا حالا این قسمت پایین تایتلشون اصلا قیمت هایی که جلوش نوشته شده. برای کرال کردن چیز اینجوری اغلب اول میرن صفحه رو میبینن که چه ساختاری داره. چه مانیتور کوچیکیه. یه خود مانیتورم کوچیکه. خیلی کوچیکه. شما به مانیتور بزرگ. ما میدونیم که این صفحه رو اگه بگیریم محتوای متنی این صفحه آمازون رو میگیریم. حالا اگه بیایم اینو بگیریم، نمیدونم کسی اینجا با CSS سلکتور اینو آشنا هست؟ یکی بود. برای اینکه بتونید نشون میخواید
هر کدوم از این المانایی که توی یه صفحه وب هستن یه آدرسی دارن، به شکل‌های مختلف قابل بیانن. یکیشون سلکتور سی اس اس. سلکتور سی اس اس یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که این قسمت بالا نوشته اینجا، اصلا اون تول تیپی که اونجا اضافه شده، این تول تیپی که اینجا نوشته شده داره یه آدرسی رو نشون میده، میگه که این یه المنت H2ه با این کلاس ها. اگه ما این توی این صفحه این آدرس رو بگردیم با همین سلکتور CSS، همین این و هر چیزی که مثال این باشه، شبیه این باشه، با همین آدرس باشه، مثل این یکی و پایینیاش، همشون رو انتخاب میکنیم. و همین یه چنین چیزی وجود داره برای قیمت ها. ما میخواییم این المنتی که توش قیمت هستش رو انتخاب کنیم و عدد توش رو در بیاریم. راه معمول و مرسومی که واسه این کار هستش اینه که از کتابخونه مثل اسکرپی، از ابزار اتوماسیونی مثل سلنیوم، مثل فانتوم جی اس یا چیزای اینجوری استفاده میکنن تا کنترل برازر رو دستشون بگیرن و این کار رو انجام بدن. میرن جلو واقعا اسکرول میکنن، همون کاری که ما میخوایم دستی انجام بدیم و با برنامه انجام بدن. ولی این کاریه که هم خیلی طول میکشه، هم خیلی سنگینه و بیهوده است. لوسی الان من اگه این صفحه رو من میخوام الان اگه سایت آمازون رو، همین این صفحه رو من مستقیم، اگه مستقیم بخوام بگیرمش به من اجازه نمیده. خب کانکشن کلوز میکنم و به هم چیزی نمیده، میگه که تو آدم نیستی، تو از ترمینالی. برای اینکه این کار رو انجام نده و همون مهربون باشه، ادای بروزر رو داریم، میایم اینجا کاری که بروزر انجام داده رو، بروزر امروز خیلی ابزار خوبیه، میایم اینجا میگیم که همین چیزی که انجام دادی به صورت کرل به من بده. سب میکنیم اینو چیز کنم اذیتمون نکنه. ببخشید. 3 hours. الان من اگه این چیزی که برازر به من داد و انجام بدم، آمازون نمیفهمه که من اصلا از تو ترمینال هستم، واقعا به من سفر رو میده. خب چیزی که توی آدرس این صفحه آمازون وجود داره، یه چیزی به اسم پیج داره که اگه پیج رو زیاد کنیم میره جلو. برای اینکه اونو ببینیم، اینو میرم صفحه دومش که تو صفحه اول مثل اینکه عدد رو نمیزنن. میخواید ببند چیزا کنسول کنارش رو که بتونی جا رو جاشی. کنم این آدرس اون صفحه‌ایه که می‌خواستیم و توش پیج دو هم داره. توی آخرین اون قسمت آخر یورالش اینه پیج دو نوشته شده. الان اینو کپی می‌کنم. یه دایرکتوری درست می‌کنم که اینجا رو کثیف نکنه. مثلا اگه من همین چیزی که براوزر به من داد و بزنم، صفحه دومو به من میده. حالا من میخوام 10 تا صفحه اول چیزی که براوزر به من میده رو بگیرم. خب از همون دستور سیکونس که امید نشون داد استفاده میکنیم. به من صفحه 1 تا 10 و عددشون رو میده. من اینو به ازای هر کدومشون یه کامندی اجرا میکنم به جای اینکه دستی این کار انجام بدم، و اون کامند همون چیزیه که میخواستیم انجام بدیم. ولی صفحهش رو پیدا کنم از توی این محتوای محمل. فکر کنم باید بری عقب هنوز. برو. آره
چیزی فلان اش بذار برم از اول ببینم. خب این پیج جلو دو. آره بالاخره رسیدیم اینجا. این صفحه دو بود. من ای بابا کیورد آره صفحه دو رو من به جای صفحه دو میگم همون چیزی که عددی که بهت داده بودم و حالا میگم اینو هر کدوم از اینه که انجام میدی و بریز تیه اوه بزرگ بود دیگه بریز پیج شماره همون عدد دات html. الان این اسکریپتو که ران کنم ده تا صفحه اول چیزو اگه خطا نده خطای چی بود؟ سخته اینجوری الان نه والله تیماکسه؟ آره آلت نه 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 تیماکس توه آره آلت ام این خب چی میگه کلفر؟ فکر کنم اینترنت نیست واقعا؟ پینگ آه یه دقیقه پینگ چهار دو دو چهار اینترنت داریم؟ داریم داریم من فکر خب. میکنم که دشگاه بزرگ رو اشتباه زدیم شاید آره دشگاه کوچیکه این دبلیگت آه هوم کو هوم دشگاه کوچیک؟ آره بازم نه بریش کن بذار کاری به جایی دش او زدن بریزش توی فایل دیگه مستقیم دش این یک دش آی اسش دش او اسش دش سی او که چیز بش ندی اینو استرینگ نکردی او اند بزن این بزنم اند بزن یه دونه ها بزن حالا خب الان این ده تا صفحه رو میگیره و همین جایی که هستیم به اسم پیج یک پیج دو تا پیج ده دات اچ تی ام ال میریزه یکم باز کن ببینیم از اینجا که آها نرسی تو کامپیوتر تو الان اینجا این دایرکتوری که همین الان ساخته بودم توش الان اینا وجود دارن و مثلا پیج یکو میتونیم ببینیم این صفحه‌ای که آمازون تحویل داده یه صفحه HTML خب این خود گرفتن سایت ها میبینیم که هیچ ابزار تخیلی اسکرپینگی نمیخواد حالا ما میخواییم این قیمت ها رو از توش در بیاریم برای اینکه مقدری توی جلسه وقت نمیشه که این کار انجام بدیم یه مقداری مثلا کار پیز داره که همین کلاسش رو پیدا کنیم تا ببینیم کدوم کلاس درسته و مثلا عددش و تایتلش رو درست میگیره این کارا رو قبل از اینکه بیام تو دمو انجام دادیم یه اسکریپتی درست کردم get get item یه اسکریپتیه که اگه بهش یک صفحه آمازون بدیم یک صفحه مثلا صفحه یک آمازون رو بهش میدیم و بهش میگیم آیتم اولش رو بده تایپ نکردم ببخشید محتوای صفحه یک آمازون رو میگیرم و میدم به این میگم که اولین آیتمی که توش هست رو بده میگیره و میگه که یک کتابی بود به این اسم و با این دوتا قیمت خب چیزایی که برای اینجا یک کمی زیادی فونتش بزرگه کوچیک میشه کرد؟ آره قاعدتاً ولی به سختی نمیدونم یه بزنم اه شد خب یه اسکریپتیه که کانتنت رو از ورودی به صورت متن میگیره المنت شماره‌ای که ما بهش به عنوان آرگومنت میدیم و اون المنت رو جدا میکنه اگه چیزی وجود نداشت میاد بیرون تایتل رو دوباره تایتل رو میگیره قیمت ها رو میگیره و نتیجه اینا رو با همدیگه خروجی میده خب الان پس ما یه ابزاری اینجا ساختیم این اسکریپت رو هر صفحه آمازون کار میکنه الان ما یه ابزاری ساختیم که همون ویژگی کامپوزبل بودن رو داره الان شما خواستید مثلا برید یه کتاب دیگه از یه موضوع دیگه هم بگیرید این روش کار میکنه این یک آیتم کتاب رو از توی آمازون میگیره کارش اینه الان من
محدودیتی دارم سر اینکه اینو چی جوری ازش استفاده کنم. نه الان من فایل رو اول دانلود کردم و بعد اینو انجام دادم. میتونم به جای اینکه فایل رو اول دانلود کنم همون اسکریپتی که زدم واسه دانلود کردن رو مستقیم به این پایپ کنم. میتونم اینا رو از توی دیتابیسی بخونم و به این پایپ کنم. میتونم هر جوری که میخوام این کارو انجام بدم. نکته که مهمه هم که گفتیم نوع ترکیب کردن اینا با هم هیچ ربطی به اینکه چه جوری یک آیتم از تو آمازون رو بگیری نداره. و یه اسکریپت دیگه ای هم این جا نوشتم به اسم get all items. get all items یه صفحه آمازون رو میگیره و همه محتویاتش رو توسط این یکی اسکریپت میده. من اینجا هر چیزی هست رو اسمشون رو اسم هر چیزی هر فایلی که اینجا هست رو میگیرم میدمش به دونه دونه میدمشون به get all items. بذار ببخشید. آره نه باید برم عقب. الیس کجا استار اسلش هم بردار. من هر فایلی که توی اون چیزی که کرال کردیم بود رو میگیرم و دونه دونه بهشون میگم که همه المنت ها رو بده. الان به من یک سری جیسون هایی به صورت اری میده، میگه توی این صفحه اینا بود و الان صفحه بعد همینجوری یکمی کامپیوتر کنده بدم چرا برای انجام بفهم. خیلی منظم نیست آمازون اینا احتمالاً خیلی خوب جواب بده. مثلا واسه سایتی که مثلا برنامه‌نویسیشون خیلی خودشون منظم نیستن، مثلا نمیدونم مثلا آلگوریتم تو آرچی مطمئن نیستم هر صفحه قاعدتاً باید هر صفحه آیدی کلاس شکی باشه. نه نه همین این سایت همین جوریه الان. ما همین که میگم همینه، یعنی همین که میگم اگه انقدر راحت بود همینجا میزدم. خب ولی این نیم ساعت 40 دقیقه وقتم گرفت که میرم این صفحه با اون صفحه فرق داره. یه سری کارهایی داره. خب این که این جوریه فرق نداره، چه تو اینجا چه باید با اسکرپی بنویسید، بخواید نمیدونم با ابزارهای خیلی گنده و تخیلی مثل ناچم انجام بدید این کارا، اینو باید انجام بدید، فرقی نداره. خب نه دیگه، مثلا بحث سر اینه که ما کرال می‌خوایم کنیم، کسی که اینو نمیده شاید داشته باشن ولی بفروشن، ولی ما مثلا پول نداریم اینا رو. ما می‌خوام تست کنیم، مثلا می‌خوام مثلا ببینیم دیتاش به درد ما می‌خوره یا نه که بریم بخریم. خب این مثال آمازون. خود کرال کردن اولین باری که من شنیدمش من سوال شد همه دارن از هم دیتا میدوزدن، خب چرا همه مثل آدم دیتاشون رو دیتا سوال سخت در مورد آدم ها داری میپرسی نه در مورد کرال کردن. نه من نه حسین چون متخصص این نیست. نه با کامپیوتر رو خوب حرف میزنیم نه با آدم ها. خب چند ساعت؟ 5-10 دقیقه است. دمای من کوتاهه، تو توییتر رو سریع بگو. چیز بچه رو پس نمیگه. اوکی. از شرکتی که کار میکنیم، شرکت میراث، یه دیتاستی رو اجازه گرفتیم که بیاریم، یه دیتاست تقریبا یک روز توییتر رو چیزی که کرال کردیم. دیتای توییتر الان اینجا کجاست؟ توییتر فیلتر نایتر. آره چرا کن؟ چرا؟ این کار نمیکنه. یه خروجی که الان اینجا گرفتم حدود 1,000,000 فایل جیسون هن که توی این دایرکتوری هن که اینجا نوشته شده. اگه چیزایی که این تو هست رو بخوام نشون بدم یه چیز عظیمیه، حتی واسه اینکه بفهمه توش چی هست طول میکشه. ببین اسلیپ نشده. این حدود 1,000,000 فایل جیسون هن
دقیقش 850 خورده 1000 تا. یه کار الان این فایل همینجور به صورت خیلی یرخی همینجور ریخته شده روی فایل سیستم، روی هیچ دیتابیسی نیست، هیچ ایندکسی نشده، اصلا نمیدونم توی چه دیتابیسی ممکنه خوب باشه کاری که میخوام باشه انجام بدن، ولی میخوام یکیشون رو به صورت مثال بگیرم. ببخشید یه دونه فایل غیر زیپ رو بگیرم. یک فایل، یکی از این یه خود باید با این بکنی کار کنی. اوه نه این داستانه، یه دقیقه صبر کن. متاسفانه وقتی آدما با کامپیوتر خودشون کار نمیکنن یه خورده چیز میشه. اصلا با وین میخوای باز کنی با چی میخوای باز کنی؟ نه مهم نیست، میخوام لسش لس بزنم. آه لس میخوای بزنی؟ بد زدم. بد ندارم؟ ها توی لس بزن. این دیتا هر کدومشون دیتا توییت یک نفره. بذارید اینو میخوای کوچیک کنیم؟ میخوای چه کار کنیم؟ JQ اینو بدمش به لس. چرا؟ یه دیگه این توییت از یک نفریه، متنش اگه این رد و برق تمام شد بذاره ما بخوابیم. برای یوزری به اسم فریما با چی؟ با دسکریپشن باشم بهارون دست. الان من اینو، این یوزر رو نمیدونم مثلا ماجرا چیه، میخوام یوزر این توییت رو بگیرم. یوزرش اینه. خب حالا کار دیگه که میتونم انجام بدم اینه که بگم مثلا 100 تا از اینا رو بگیرم، یوزرشون رو اسکرین نیم بگیرم، یه سمپلی ازش بگیرم. این همه فایل هایی که اونجا هستن از اون گزارش ها رو میگیره. شافتش 100 تا رو به صورت رندوم انتخاب میکنه، اسمشون رو به من میده و خیلی چیز طولانیه، نمیخوام این کار انجام بدم. هدش رو میگیرم، همینجوری 100 تای اول رو میگیرم، کاریه که سریع بشه انجامش داد. اسم 100 تا فایل رو از اینا گرفتم، اینو میدمش به یه کامند خیلی خوبی به اسم JQ و اسکرین نیمشون رو میگیرم. چرا؟ XRZ اینو کت میکنم. بعد استار جیسون نباید باشه؟ نه هیچ دیگه مسخره تا این کارم ممکن. خب این اسم این یوزرهایی که توی این توییت ها بودن رو میگیره و به من میده. حالا این مثلا مهم نیست، میخوام ببینم تو همین 100 تای اول مثلا چند تا تکراری بودن، کی بوده که انقدر سریع توییت کرده که توی 100 تای پشت سر همه این اومده. اگه چنین کسی وجود داشته باشه باید یونیک دی سی بزن که دپلیکیتر بده. یونیکت هم اشتباه نوشتی. او توی 100 تای اول که چنین کسی وجود نداشت. از اینو بجایی هد میسین شافلش کنی که طول میاد همه رو بگیره بعد. آه اوکی، یه میلیون تا فایل شافل کنه. چی؟ تایمستمپ یعنی میلی سکنده، سکند باید بشه. دیگه نفر واقعا توی این کمتر سکنده. آه نه این 1000 تا پشت سر همه فایل. آها 1000 تا پشت سر همه احتمالا تایمستمپ چون کمتر مثلا 10 ثانیه است. یه نفر زی 10 ثانیه دوست دیگه شافل میکنه منطقی. پشت خودشو چون کامل روز کامپیوترم یه تکون بده فکر کنم
میره تو خواب. من فکر میکنم نیست بسن حالا خوشوز این. خب چکار کنم این فیقا؟ نمیدونم واقعا. فقط سورتشون کنیم ببینیم مثلا چی هست. سنه کار میکنه. خب با ست تا کار میکرد. کامپیوتر تو خود کنده امروز فکر کنم به برد. کامپیوتر منو کامپیوتر تو هم همی تو این هم همی تو همین ها رو سورتشونو میشه گرفت. یعنی این هم کار نمو همین هم کار کرد. بزن آمد. خب یه کاری که میشه انجام داد الان من میخوام یوزرهایی که تعداد فالوورهای بیشتر از 1000 تا دارن رو بگیرم و ازشون گزارش CSV درست کنم. اول برای اینکه این کار رو انجام بدم اول دیتاش رو اینجور میگیرم. اینا یوزرهایی هستن که تعداد فالوورهاشون بیشتر از 1000 تاست. اینو چجوری انجام دادم؟ دوباره با همون یه ابزاری که به اسم JQ بود. چی؟ نه داره کلشو کل یوزرهایی که این ویژگی رو دارن دارن میگیرن. حالا برای اینکه میخواید مثلا اونو ببینید اینو فقط اسکرین نیم اون شخص و فالوورز کانت اون شخص رو میگیریم. خب برای اینکه آروم‌تر بره که ببینید چیه یعنی این یوزر هستن با این ویژگی همشون بالا 1000 تا فالوور کانت دارن. این از یک فایلیه که کاملا خام اینجوری کف زمین ریخته شده و هیچ دیتابیس هیچ ابزار تخیلی نمیدونم اسپارک و چیزای اینجوری نمیخواد و فاصله انجام دادنش تا فکر کردن بهش 10 دقیقه است ولی اون بعد 2 هفته بعد حداقل شروع کنید تازه. خب همینو یک ابزار دیگه ای که ازش استفاده میکنم که اون را هم خودم هم اینجا نوشتم اینه که یک ابزاری به این اسم جیسون تو CSV یه اسکریپت ساده ایه که یک جیسون میگیره و اسم چیزایی که ازش میخوام رو بهش میدم و برام به صورت CSV بیرون خروجی میده. بایستید چیزی که ورودی کردی. آره خرابش کردی. یوزر هایی که میخوام رو بهش میدم و ازشون یه خروجی CSV میگیرم. چرا دات ندارم؟ کنون؟ آها نه دات دارم. اگر من نمیدونم دوم اینجا بشه یا نه که؟ میزنم تو وقت رفتی من که این سریع تر پیدا کنم کسایی که این ویژگی رو دارن اونو میذارم روی 100 یا 10 حتی یوزرهایی که این ویژگی رو دارن رو بده. خب بیشتر میشه چیه؟ خب نه دقیقا 4 ببینیم. خب به زودتر بیاد. عجیبه این بعد بگرده خیلی کاش رو بزنی به برق من فکر میکنم با چی سیوینگ داره میکشه ماجرا رو. آها یه شروع کرد. الان این چیزی که اینجا تولید میشه یک فایل CSV ID یوزر اسکرین نیمش و تعداد فالووراش اونجا نوشته شده. با این ابزار میشه همینا رو همین اگه تو یک فایل بنویسید میشه با اکسل وازش کرد. میتونید رو هر چقدر دیتایی که میخواید ازش استفاده کنید. ولی یکی از نکته های این ماجرا این بود که من اینجا یک ابزار خیلی ساده ای نوشتم به اسم جیسون تو CSV. این کارش اینه که یک جیسون بگیره و تبدیلش کنه به CSV. من چیزی درباره توییتر توش ننوشتم. چیزی درباره این که میخوام کجا استفادهش کنم چیزی ننوشتم. و میتونم ازش تو هر جایی که ربطی به اینو نداشته باشم استفاده کنم.
خب دیگه یه دمای کوچیکم من دارم، این خیلی فیزیکی تره. کیا اینجا مدل آیزینگ رو میشناسن؟ چه سوالی هستم من میپرسم، دانشگاه فیزیکه. یه مدلی هست واسه اونایی که ندیدن من بگم، در مورد یه مدلیه که باش میتونید در مورد مغناطیس هم بزنید، در مورد مغناطیزیشن. حالا من خیلی جزئیات نمیگم که مدل در مورد چیه. بازم رو بازم از این اینترنت خوب باشه میتونم یک فیلمو چیزشون بدم. متاسفانه اینکش نکرم نمیتونم همین بود؟ یه برنامه هایی یه پارامتر رو یه دما داره و اگه دما پایین باشه رفتار این شکلیه، دما که بالا باشه رفتار این شکلیه. بیشتر از این حرف نمیزنم در مورد، ولی یه پارامتر میشه هم بزه گرفت بعدا در مورد یه همچین شبیه سازی که بهش میگیم مگنتیزیشن. من اون چیزی که میخوام اینجا دمو کنم بیش از هر چیزی اون شکلیه که من این مسئله رو دارم حل میکنم. من یه اسکریپت پایتون دارم اینجا اسمش آیزینگ دات پایه. من دو تا عدد بهم میدم، بهم میگم صفم چند در چند باشه و بهش میگم دما چقدره و یه عدد به من تحویل میده در نهایت. خیلی کار عجیبی نمی کنه. میتونم چیزای دیگه هم تعیین کنم، میتونم بگم چند قدم بوده خود احتمالا بیشتر طول میکشه. اینو شبیه سازی میکنه، یه عدد تای کار به من میده که مگنتیزیشن توی اون لحظه است. نکته اینه من کدی که معمولا میبینم بقیه مینویسن برای همچین کاری این شکلیه که شروع میکنن یه لوپ مینویسن برای دماهای مختلف. من الان میخوام یه بایفورکیشن دایگرام بکشم برای این و برای دماهای مختلف یه لوپ مینویسن و تو هر دما حسابش میکنن. من الان ترجیحم این بود که یه نسکریپت بنویسم که توی یه دمای مشخص با یه برد یه شبیه سازی انجام میده و نه بیشتر. خب الان این به چه درد میخوره؟ میتونم یه مثال براتون بزنم همین الان دیگه. من میتونم بگم دما رو ببینم، میتونم بگم دما رو از صفر یه دهم یه دهم بیاره بالا تا کجا؟ تا چهار مثلا. این همه دماهایی که میخوام روش چک کنم. ها من میتونم اینو چیکار کنم؟ اون اسکریپتمو با این دماها ران کنم از همینجا. یه لحظه اینو بزنم به لباسم. سیفتن اینا. خب. یه ابزاری استفاده میکنم به اسم پارالل. پارالل یه شغل داره. اونم این که بهش یه اسکریپت بدید همزمان اجرا کنه. این کار مهمیه که انجام میده. من میتونم بهش بگم که به من بگو چه خبره، چی کار داری میکنی همزمان. خب میتونم یه راست من کامندم رو کامل ببینم چیزی رو جان اندازم اینجا. ببخشید صفحه 4 من کو اینجاست. میتونم اینو بهش میگم که من هر تعدادی سی پیو دارم استفاده کن همه رو. کوش میتونم بگم نتایج تو ذخیره کن توی فایلی بس مثلا ising.csv هر چیزی که خروجی من خروجی دادم و براتون بگم که میتونم بگم که هر جایی که میری اجرا کنی اینو این فایل ising.py ما رو هم با خودت ببر، اینو لازمت میشه. میتونم بگم وقتی کار تموم شد فایل پاک کن دیگه، اونجا نمیخواد بذاریش. اما چیزی که جالبه اینجا شروع میشه. من میتونم بگم که یه دونه اینو رو کامپیوتر حسین اجرا کن روی یه سروری که مال همون پروژه مینیاتوره که دیتای توییترش رو دیدیم، رو اونم اجرا کن. من هر دو تا اینا رو بگم چند تا سی پی یو. از حسین 6 تا سی پی یو میگیرم، از اون سرور 8 تا سی پی یو میگیرم، خودم هم هر چند تا سی پی یو دارم استفاده میکنم و حالا همون چیزی که میخواستم رو اجرا میکنم. میگم فایل پایتونم رو اجرا کن 64 در 64 دما رو بهت میدم دیگه. چی داشتش پرینت آخر چیزا یه دونه بکسلش این نزار در واقع و 700 هزار بارم هر کدومو پیش برو، 700 هزار قدم پیش برو و دماها رو من اینجا بهش میدم. سی که 1 0 یه دهم یه دهم برو جلو تا 4. خب هر کدومو هم 4 بار انجام بده مثلا. این خوبه؟
سه میذاریم. حالا که عباس میگه تا سه بریم، تا سه میریم. حالا من یه نگاهی به سی پیو خودم میندازم، اگر بتونم از این ور سی پیو های حسین هم نگاه کنم، یه کارهایی داره میکنه اون ور، تلگرامش بازه. خب ببینیم چیکار میکنه. آره شروع شد. الان سی پیو منو نگاه کنید میبینید که داره انجام میشه. سی پیو های حسین هم نگاه کنید داره اتفاقاتی میفته اینور ان شاء الله. اگر ببینتش میبینه نمیبینه؟ اه چی شد؟ chatizing.csv فکر کنم من 700000 رو چیز کردم، 70000 زدم. اینا که خیلی زود تموم شد. میگم نه 700000 ارور دارم. کی خوشش نیومده؟ آها داش تی بوده، ببخشید. میگم من یه مشکلی دارم، نباید به این سرعت تموم میشد. برو بالا دوباره. ارور دارم دوباره. Unrecognized argument 2. آها این دیگه تقصیر منه. اینو میدم 1. برو. خب الان شروع کرد. 4 تا سی پی یو من دارم، 6 تا از حسین گرفته، 8 تا از تستینگ. اینجا که میبینید سی پی یو ها چسبیدن، سی پی آی من هم چسبیدن و داره انجام میده. الان من اگر نگاه کنم به فایلم cd data processing catizing.csv یه مش چیزی اینجاست که من نمیتونم تو این اندازه فونت بخونم، اما میتونم با کاما جدا کنم. داش اف 10 رو نگاه کنم، اینا دماهان. 12 رو هم اگه نگاه کنم مگنتیزیشن هست. الان از هر کنون از اینا من سه تا دونه واسه هر دما دارم و یه عدد مگنتیزیشن. من الان همین رو اگر بدم به یه اسکریپتی که خودم نوشتم باز با پایتون به اسم اسکتر، برام اسکتر پلانت میکشه، به شرط این که من یه خطی رو از این پاک کنم، n-n+2. تا اینجا که اینه هنوز، ولی خیلی جلو نرفتیم. دما تا 1.6 پیش رفته. اسکتر دوباره بزنیم. کم کم داریم میرسیم به دمای بحرانی. درست میگه عباس؟ آره نزدیکیم. آها دمای بحرانی رو رد کردیم. آره اونم میشه. یه ابزاری داریم به این اسم واچ اسمش، ولی اون وقت یه دونه جدید از این باز میکنه، نمیخوام. اما چیزی که این وسط واضحه اینه که من اگر میخواستم تو پایتون یه اسکریپت بنویسم که اینقدر افیشنت کار کنه، همه سی پی آی منو استفاده کنه، همه سی پی آی حسین رو استفاده کنه، تو همه سی پی آی سروری تو آلمان رو استفاده کنه، واقعا کار به این سادگی نبود. کارش تموم نشد، خسته شدیم. دو ثانیه چیز نمونده. نمون داره نهایی رو ببینیم. کار من تمام شده ظاهرا. آره. برای اینکه این کار رو روی لپتاپ حسین اجرا بکنی چه پرمیشنی از من فقط SSH لازم دارم، بعد بتونم اونجا کامند ران کنم. همین رو داشته باشه دیگه، پارلوت خودش اونجا آره اونجا اجراش میکنه. الان این نمودار منه، اما میخوام یه چیز دیگه ای هم نشونتون بدم، اینکه چقدر راحت الان من میتونم از این چیزی که دارم گزارش بگیرم. الان من همین فایل izing.csv رو اگر کاتش D-F4 اینا زمانهاییه که طول کشیده هر کنون از این نقطه ها مقدارشون حساب بشه، مگنتیزیشنشون برد به ثانیه است. من الان میتونم X-args set substitute space رو بکنم plus G-BC-L. مجموع زمانی که اینا طول کشیده 2000 خورده ای ثانیه است. من خیلی کمتر از این منتظر موندم. نکته اینه که شما اینجا تو سایتتون بالاخره یه مش کامپیوتر لینوکسی دارید، یعنی ممکنه که یه جابی داشته باشید که بخواید همچین کاری انجام بدید. این ماجرا کار رو براتون خیلی ساده میکنه. از طرف من خیلی چیزا الان میتونم بدونم، میتونم بدونم که اون چقدر از این نقطه ها رو کامپیوتر حسین حساب کرده. تعداد مثلا 44 تا بوده، اونایی که من حساب کردم 23 تا بوده. خیلی تستینگ 56 تا بوده. تستینگ کامپیوتر خوبیه، من 8 تا سی پی یو ازش گرفتم. نکته اینه که من حتی میتونم اینا رو با همون کار قبلی که انجام دادم به جای اینکه بشمرم
میتونم کاتش دی کاما داش اف 10 و 12 داره. اینا فقط اوناییه که مثلا تستینگ حساب کرده و میتونم اسکتر کنم. اینا اونایی که تستینگ حساب کرده و من اگر میخواستم تو این مدت فقط کامپیوتر خودم رو استفاده کنم همه ی سی پی یو هاشو میشد کدوم ها میشد این میشد این نقطه ها. اینه که این ابزار واقعا به شما کمک میکنه که کارتون رو سریع‌تر انجام بدید، ولی به این شرط که ابزارتون یه کار بکنه. من ابزاری که نوشتم ساده تر بود. واقعیت اینه که من یه لوپ ننوشتم که روی دمه‌های مختلف یه کاری انجام بده تو کد پایتونم. این به من این اجازه رو داد که بتونم از بیرون صداش بزنم، بتونم موازی صداش بزنم و بتونم هر جایی که دلم میخواد صداش بزنم، رو بیشتر از یه کامپیوتر صداش بزنم. این مثال مشخصا خیلی کار دیتا نداشت، اما فکر میکنم که اینجا واقعا جای مناسبی بود برای حرف زدن در موردش، به خاطر اینکه همه شما احتمالاً همین چیزی رو شبیه سازی کردید و دیدید که چقدر کار میبره. من فکر میکنم که همین آخر کار دیگه بعد مورگر منکو تشکر کنم از CCNSD که میزبان ما بوده امروز دانشگاه شهید بهشتی و از میراث به خاطر دیتا ستا و کامپیوترهایی که در اختیار ما قرار داد برای امروز. سوال بفهمید بفهمید. آه نه، اونو کد زدم، اما حرف اینه که کاری که انجام ندادم اینه که من دماهای مختلف اونجا در موردش اصلا حرفی نزدم. من فقط و فقط گفتم تو یه دما میگیری، یه اندازه برد میگیری، اگر لازم بود بهت میگن که چقدر شبیه سازی کنی و مگنتیزیشن رو به من تحویل میدی. خب من اونجا دما رو روش لوپ ننوشتم، اومدم از بیرون این کار رو کردم. اگه نه کدش حتی کار سختی هم نیست، ولی کد خودم نوشته بودم. آره دقیقا. دیگه سوال؟ نکته اینه که اون لوپ ها را اگر میبردم توی پایتون علال حساب فقط یه دونه سی پی روی کامپیوتر خودم میتونستم استفاده کنم. الان من 4 تا خودم 6 تا 3 10 تا 18 تا سی پی رو استفاده کردم همزمان. 2000 ثانیه بعد طول میکشید اونجوری، طول نکشید انقدر انقدر به کامپیوترم فشار نیمد راستش. دیگه سوال؟ مجرد اگه یک کدی داری که هر راه نمیم وقتی بدانه یکی دیگه نده، خب چه کاری همه رو خودمون انجام بود زن و کامپیوتر این ببینید یه چیزی که مهمه همینه دقیقا، که من میتونم اینو هزار جا اجرا کنم اگه بخوام. یه وقت دیگه امکاناتشو ندارم، خودم 4 تا سی پی یو دارم، ولی خب 4 تا سی پی یو خودم حداقل میتونم همزمان استفاده کنم. و نکته اینه که اینا خیلی خیلی وقتا مسئله شما این شکلیه که یه مش یه کاریو میخواهید انجام بدید و ربط خاصی به هم ندارن. شما میخواهید مونت کارلو استفاده کنی، میخواهید 5000 بار یه چیزی رو نمونه بگیری، 5000 تا نمونه بگیری، 5 میلیون تا نمونه بگیری، این نمونه اون نمونه قراره که مستقل باشن. چرا باید اینا رو پشت سر هم انجام بدی وقتی میتونی همزمان انجام بدی؟ یه چیزی بنویس که یه نمونه بهت میده و اونو میتونی مثلا با یه ابزاری مثل پارالل، مثل ایکس آرکس همزمان اونو انجام بدی اون کارو. دیگه سوال؟ جا این سوال سختی، کیبورد میخوان. اولا که اگر لینوکس استفاده نمی کنید، پیشنهادم اینه که بکنید، این قبل از هر چیز. اما کتاب زیاد هست، مثلا کتاب برای بش زیاده، برای تک تک این ابزار زیاده، اما نکته اینه که اینا رو نباید بشینی سر تا ته بخونی، خیلی معنیدار نیست. کاری که باید بکنی اینه که شروع کنی مسئله تو حل کردن و شروع کنی سرچ کردن که خب این کارو چه جوری میتونم انجام بدم با این ابزاری که دارم. اگر سخته بعد به این فکر کنی که خب شاید این ابزارم مناسب نیست. آره، نکته اینه که با همین هم میتونی یه بخشی از کارو پیش ببری. گفتم مثلا برای تمیز کردن دیتا من خیلی ابزاری بهتر از اینا نمیشناسم، اما وقتی دیگه به فاز تحلیل میرسی خیلی نمیتونی روی اینا حساب کنی. ابزارهای دیگه ای هستن ها که واقعا یونیکس فیلسوفی دارن، ولی این ابزارهایی که امروز در موردشون حرف زدیم اونا نیستن. باید یه
یه نکته ای هم که دیرش ما نگفتیم از این ابزارها استفاده بشه. این ابزارها چیزایی هستند که حالا چون آمادن میشه ازشون خوب استفاده کرد. بحث اینه که مثلا اگه برنامه دیگه میخواد بنویسید یا استفاده کنید، اگه این ویژگی داشته باشه خیلی راحت تر میشه ازشون استفاده کرد. خب فکر کنم دیگه فرصت داریم نداریم. خب چون که حالا اینجا بالاخره بچه ها اون پایه هستن، کمی از این به ما بگو که تویی که ریاضی خوندی و ابسترکت بوده کارت، الان این حرف ها چه بسید؟ چرا یه مهندس کامپیوتر ما رو زمین کرده؟ اولا که میتونستید یه مهندس کامپیوتر رو دعوت کنید، ولی خب نکته اینه که من مسئله حل کردن خیلی دوست داشتم همیشه، احتمالا اینو مشترک با همتون دارم. اما یه جایی یه اتفاقی افتاد و یه نفر این ابزار رو من معرفی کرد خیلی سال پیش، من هنوز دانشگاه نمیرفتم، فکر کنم اسمش احسان ایرانی بود، موقع شریف فیزیک میخوند، الان نمیدونم کجاست، آلمانه. آره خلاصه که احسان، من یادمه که یه جایی ما از دبیرستان رفته بودیم اونجا، یه همایشی بود واسه دانش آموزا بچه ها برگزار میکردن، احسان روز آخر گفت که ویکی‌پدیا بخونید و ادیت کنید و لینوکس استفاده کنید، یه آدرسی هم داد، من یه اوبونتو مجانی سفارش دادم، دقیقا همین اتفاق افتاد و من تا همون خط رو گرفتم امروز اینجا و کار برنامه نویسی و دیتا میکنم. واقعیت اینه که من فکر نمیکنم که همه باید این کارا رو بلد باشن، اما شمایی که دیگه کم کم کارتون داره با دیتا جدی تر میشه، قبلا فیزیکدان ها اینقدر کار با دیتا نداشتن، امروز اوضاع فرق کرده، الان شما هم باید این ابزارها رو بتونید استفاده کنید. اما اینکه چی شد که اینجا رسیدم، فقط میام فقط همین که من هر جای یه مشکلی داشتم بالاخره سرچ میکردم، گاهی واقعا ابسس میشدم با یه مسئله، اینکه من یه کاری رو دارم انجام میدم، یه کاری رو 10 بار انجام دادم الان و حوصله‌ام سر میرفت و میخواستم اینو اتوماتیک کنم، شروع میکردم انجام دادنش. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که کنجکاو باشید و اینکه زندگی اینقدر نباید سخت باشه که همیشه هست. این مهمه واقعا. این از این تیک هوم مسیجا اینجا بکس بچه های ما معمولا با هلو ورد شروع میکنن، جلو میرن تا دیگه کارشون گیره این چیزا میفته و تز و تموم میشه، بعد کم کم بی پول میشن تا مورد بازار کار بشن و تا اینجای کار یاد گرفتن که یه کمی کتاب بخونن، زیاد کورس ببینن و کم سرچ کنن، کارشون رو افتاد. از اینجا به بعد همه الان پایتون بلدن یا حداقل میشه بگی خوب میتونن کد بزنن، اما توی شرکت قاعدتا نمیتونن وارد شن چون هنوز وقت حرفه نیست. این گذار فاز آکادمیا به اینداستری چی کار باید کرد؟ من راستش بیا اینو اتفاقا حسین بگه، حسین این سال سختی بود من فرار کنم، بیا میخوای این یکم بگیری؟ این رو ثابت بذاری میکروفون بزرگا بذاری دادم میشینه نگاه میکنه فکر میکنه خیلی دارم مهمیه. خب یه بخشیش که خب اگه کسی علاقه داشته باشه انجام میده، خب اینو که دیگه با توصیه نمیشه درست که. یه بخشیش هم این که به نظرم بعضی ها به حد کافی تنبل نیستن، خب یه کاری که میبینن تکراریه دوباره انجامش میدن، از اذیت شدنشون ناراحت نمیشن. اگه یک باری یه کاری انجام میدن دفعه بعد دوباره همون انجام دادن، میگن اوکی باید انجام بدین دیگه، خب چرا همین کار رو جوری نمیکنید که راحت تر بشه؟ تو حداقل تو کامپیوتر به نظرم این یکی از کلیدهای اصلیه که میتونه یه نفری رو از برنامه‌نویسی ساده ببرتش به سمت که پیشرفت کنه، چه هم مهندس نرم افزار بخواد باشه چه زمینه‌های دیگه هر چیزی. مرسی. من یه نکته دیگه فقط یادم رفت بگم، اینو عباس احتمالاً بعدم بهتون میگه، این بیشتر از هر چیزی شبیه تیزر بود، من قرار نبود اینجا چیزی به کسی یاد بدم، فقط قرار بهتون نشون بدم که چجوری میشه به ماجرا فکر کرد. احتمالاً 2-3 هفته دیگه، کمتر از 1 ماه، به احتمال زیادی ورکشاپ 1 روزه یا 2 روزه هنوز تصمیمش تعیین نشده برگزار میکنیم، احتمالاً همینجا به احتمال قوی تو همین دانشگاه، که چند تا مسئله با هم حل کنیم، یعنی چند تا مسئله نسبتاً جدی با دیتای نچندان کوچیک با هم حل کنیم،
که هم وارد جزئیات بشیم، هم چند تا از این ابزارا رو استفاده کنید، هم چند تا از این ابزارا بنویسیم با هم اگر لازم داشتیم. مثلا همین ابزارهای پلاتی که من نوشتم و من جایی ندیده بودم متاسفانه، اگر پیدا کنم مال خودم میندازم دور و اونا رو استفاده میکنم به احتمال زیاد. یکی این مسئله است. دو اینکه در مورد سوالی که عباس پرسیدی، من فکر میکنم که به زودی خبرهای خوبی میشنویم حداقل از سمت شرکت ما، ولی من الان خیلی نمیتونم در موردش حرف بزنم. فقط همین رو میتونم بگم که احتمالا خبری خوبی میشنویم از این سمت. ممنونم.